دماغ، شاهکار نیکولای گوگول. روز 25 ماه مارس در شهر پترزبورگ اتفاق فوق‌العاده غریبی به وقوع پیوست. ایوان یاکولویچ سلمانی که در خیابان وازنسینسکی زندگی میکرد و نام خانوادگیش گم شده بود و تابلوی مغازش تنها مردی را با گونه‌های صابون مالیده نشان میداد، همراه با نوشته حجامت هم پذیرفته میشود، در این روز صبح زود از خواب برخاست و بوی نان داغ به مشامش رسید. ایوان یاکولویچ از تخت بلند شد. زنش را که بانوی قابل احترام و عاشق قهوه بود، در حال بیرون آوردن گرده های نان از اجاق دید. ایوان یاکولویچ گفت: من امروز قهوه نمی خورم. پراسکوویا اوسیپوونا، به جاش می خوام نون و پیاز بخورم. اینجا باید توضیح بدم که ایوان یاکولویچ بیمیل نبود فنجانی هم قهوه بخورد، اما میدانست کاملا دور از انتظار است که هم قهوه و هم نان بخواهد، چون زنش روی خوشی به این قبیل هوسهایش نشان نمیداد. زن فکر کرد: بذار پیرمرد احمق نونشو بخوره، به من چه؟ عوضش یه فنجون قهوه اضافی به من میرسه. و یک گرده نان روی میز پرت کرد. ایوان محض آدابدانی پالتویش را روی پیراهن شبش پوشید و پشت میز نشست. کمی نمک ریخت، دوتا پیاز پوست کند و چاقو را برداشت و با قیافه مصمم مشغول بریدن نان شد. نان را دو قسمت کرد و به داخل آن نگاه کرد. ایوان با دیدن شیء سفید رنگ مادش بود. با دقت با چاقو به آن ضربه ای زد و با دست لمسش کرد و با خودش گفت: این کلوفت یعنی چی میتونه باشه؟ انگشتش را داخل نان فرو کرد و بیرونش کشید. از وحشت یکی خورد، چشمهایش را مالید و دوباره لمس کرد. بله، دماغ بود، به هیچ شکی. نکته مهم اینجا بود که دماغ به نظر او آشنا می آمد. صورتش از ترس و وحشت پر شد، اما ترس او قابل قیاس با خشم و غیظ زنش نبود. کجا این دماغو بریدی؟ خودم به پلیس گزارش میدم. حالا میبینی، جنایتکار. خودم از دوتا از مشتریات شنیدم که موقع تراشیدن صورتشون اونقدر دماغشون رو میکشی که تعجب آوره چه شکلی دماغشون کنده نمیشه. اما ایوان بیشتر احساس میکرد مرده است تا زنده. میدانست دماغ به کسی جز کاوالیوف، افسر ارزیاب، تعلق ندارد، کسی که چهارشنبه ها و یک شنبه ها صورتش را میتراشید. ایوان به همسرش گفت: یه لحظه صبر کن، این دماغ و لای پارچه میپیچم و میذارمش گوشه اتاق، اجازه بده یه مدت همینجا باشه، بعد یه راهی برای خلاصی از شرش پیدا میکنم. اما همسرش قبول نکرد. فکر کردی؟ خیال کردی میذارم یه دماغ اره شده گوشه اتاقم بمونه؟ فکر کنم بالا خونت رو اجاره دادی، فقط بلدی اون تیغ لعنتی تو تیز کنی و همه چی رو بفرستی به جهنم. لابد انتظار داری جنایتتو از پلیس مخفی کنم، ها؟ کله پوک، اون دماغ از اینجا ببر بیرون، بعد هر کاری خواستی بکن. من اجازه نمیدم حتی یه لحظه دیگه همون چیز کثیف این طرفا بمونه. ایوان یاکولویچ کاملا گیج شده بود، فکر میکرد اما هیچ نمیفهمید چه کار کند. سرانجام در حالی که پشت گوشش را میخاراند گفت: ای خدا لعنتم کنه اگه بدونم چه اتفاقی افتاده. فقط میدونم این احمقانه است. احمقانه؟ نونو توی اجاق پختن و نونواییام که دماغ نمیفروشن. اصلا سردر نمیارم. ایوان یاکولویچ ساکت شد. فکر این که ممکن است پلیس محل را جستجو کند و دماغ را بیابد و دستگیرش کند نزدیک بود دیوانه‌اش کند. تنش به لرزه افتاد. در آخر شلوار کهنه چروک خورده و کفشهایش را پوشید و در حالی که فوشهای زنش بدرقش میکرد، دماغ را لای تکه پارچهی پیچید و قدم به خیابان گذاشت. ایوان تنها چیزی که میخواست این بود که دماغ را جایی بیاندازد. حالا میخواهد جوی آب باشد یا جلوی خانه یا همینطور تصادفی جایی پرتش بکند و در برود. اما با شانسی که داشت تمام مدت با دوستانش برمیخورد که میپرسیدند: کجا؟ کجا؟ برای اصلاح مشتریات یکم زود نیست ایوان؟ کجا؟ و در نتیجه فرصتی برای خلاصی از دماغ پیدا نکرد. یک بار تصمیم گرفت و آن را روی زمین انداخت،
اما پلیس با چوب دستیش اشاره کرد و گفت برش دار، نبینی یه چیزی از دستت افتاد؟ و ایوان یاکولویچ مجبور شد برش دارد و توی جیبش بچماند. ناامیدی گریبانش را گرفت، علل خصوص که خیابانها با باز شدن اداره ها و مغازه ها هر لحظه شلوغ‌تر می شدند. تصمیم گرفت راهش را به طرف پل عیسی کش کند، شاید بتواند دماغ را توی رود نوا پرت کند بیان که کسی ببیند. فصل دوم. اما من اینجا راه خطایی را پیش گرفتم. اگر قبلا مطالبی درباره ایوان یاکولویچ که مردی از بسیاری جهات قابل احترام است نگویم. ایوان یاکولویچ هرچند تمام روز را به تراشیدن ریش این و آن می‌گذراند، هرگز به ریش خودش دست نزده بود. چرک و چروک بهترین کلمه است که میتوان در وصف پالتویش گفت. باید گفت که در حقیقت پالتو خودش سیاه بود، اما لکه‌های قهوه‌ای و زرد و خاکستری تمامش را پوشانده بود. یقه‌اش سبز بود و سه تا نخ شل که از جلویش آویزان بود نشان می‌داد زمان این لباس دکمه‌هایی داشته است. ایوان یاکولویچ از آن دست آدم‌های تلخندیش بود و هرگاه که کاوالیوف افسر ارزیاب می‌گفت دستات بوی بد میدن، در جواب می‌گفت آخه چرا باید دستای من بوی بد بدن؟ و ارزیاب مثل همیشه می‌گفت عزیز جان از من نپرس چرا، من فقط می‌دونم که بوی بد میدن. و یاکولویچ در جواب فقط یک نوک انگشت انفیه بر می داشت و سر انتقام تمام گونه و پشت گوش و زیر چانه و تمام جاهای ممکن و ناممکن صورت کاوالیوف را با کف صابون می پوشند. حال همشهری محترم ما به پل ایساک رسیده بود. قبل از هر چیز خوب دور برش را بررسی کرد. بعد روی نرده ها خم شد و وانمود کرد میخواهد ببیند چقدر ماهی در رودخانه هست و دزدکی بسته را در رودخانه پرت کرد. احساس کرد که انگار دو وزنه 100 کیلویی را از روی دوشش برداشتند و حتی سعی کرد لبخندی هم بزند. بعد به جای رفتن و تراشیدن ریش کارمندان اداری به طرف مغازه‌ای با علامت غذایی گرم و چای راه افتاد تا یک فنجان چای بخورد. ناگهان ایوان در انتهای پل پلیسی را با یونیفرم زیبا، دمخط‌های پهن و کلاهی سگوش و یک شمشیر دید. وقتی پلیس اشاره کرد که بیا اینجا رفیق، از ترس یخ کرد. ایوان یاکولویچ با دیدن یونیفرم کلاهش را برداشت، به طرفش رفت و سلام کرد. صبح بخیر حضرت اشرف. نه نه عزیزم، من اشرف نیستم. فقط بگو اون بالا روی پل چی کار داشتی؟ زود باش حرف بزن ببینم. راستش سر راه هم برای تراشیدن صورت یکی از مشتریا وایسادم تا سرعت جریان آبو ببینم. دروغ نگو، نکنه انتظار داری حرفتو باور کنم. آره بهتره رو راست باشی، فهمیدی؟ حضرت اشرف بنده حاضرم هفته سه چهار بار مجانی ریش دونو اصلاح کنم. باور کنین راست میگم قربان. نه رفیق لازم نیست، در حال حاضر سه تا سلمونی دارن همین کارو میکنن و این براشون افتخاری محسوب میشه که ریش منو بتراشن. تو بگو اونجا چی کار داشتیم؟ رنگ از روی ایوان پرید، اما از این لحظه همه چیز چنان سربسته و مبهم است که حقیقتا نمیتوان گفت بعدش چه اتفاقی افتاد. کاوالیوف افسر ارزیاب زودتر از معمول از خواب برخاست. صدای رمانند از لبهایش خارج کرد. همیشه هنگام بیدار شدن چنین میکرد و اگر دلیل این کارش را میپرسیدند نمیتوانست دلیل قابل قبولی ارائه کند. کاوالیوف خمیازه کشید و خواست آینه کوچکی که روی میزش بود برایش بیاورند. میخواست نگاهی به جوش کوچکی که شب قبل روی بینیش ظاهر شده بود بیندازد. اما در کمال تعجب دید به جای دماغش چیزی به جز یک سطح صاف نیست. با حراسی زاید الوصف کمی آب خواست و چشمهایش را خوب با حوله مالید. نه هیچ اشتباهی در کار نبود. دماغ رفته بود. خودش را نیشگون گرفت که مطمئن شود خواب نیست، اما از هر لحاظ بیدار بود، کاملا بیدار.
از رخت خواب بیرون پرید و خودش را تکان داد، اما باز هم خبری از دماغ نبود. سپس لباسهایش را خواست و مستقیم به قصد اداره پلیس بیرون آمد. وای بینیم کو. در این فاصله بد نیست چند کلمه درباره کاوالیوف گفته شود تا همه بدانند که این مرد چگونه افسر ارزیابی بود. مقایسه افسران ارزیابی که با توصیه استخدام می شوند با آن عده‌ای که در قفقاز بدین شغل منصوب شوند ممکن نیست. این دو گروه کاملا اصلا مشخصند، ارزیاب های تحصیل کرده. اما روسیه مملکت عجیبی است. چنان که بخواهید تفسیری درباره یک ارزیاب بنویسید، هر ارزیاب از ریگا تا کامچاتکا تفسیری مخصوص به خود دارد و چنین است وضعیت برای تمام کسانی که عنوان و درجه افسری دارند. کاوالیوف از آن نوع قفقازی بود. دو سال بیشتر در مقام افسر ارزیاب خدمت نکرده بود، ولی این مسئله را حتی لحظه‌ای نمی‌توانست از مغزش خارج کند. برای اینکه خودش را مهمتر و وزین‌تر جلوه بدهد، هرگز خودش را ارزیاب نمی‌خواند، بلکه می‌گفت سرگرد. بنابراین در طول داستان این ارزیاب را سرگرد خطاب می‌کنیم. سرگرد کاوالیوف عادت داشت هر روز در خیابان نیوفسکی قدمی بزند. یقه پیراهنش همیشه آهار زده و بیلک بود. دمخطهایش از نوعی بود که معمولا میتوان میان جراحان یا مهندسین یا بازرسان ایالتی یافت. سرگرد همواره یک ردیف نشان به سینه‌اش میزد. سرگرد کاوالیوف برای گرفتن پستی مناسب شأنش به پترزبورگ آمده بود. اگر خوششانسی می آورد می توانست معاونت یک اداره دولتی را به دست آورد، اما اگر چنین توفیقی نصیبش نمی شد، شغلی نظیر منشی وزارتخانه در یکی از ادارات مهم دولتی به او واگذار می شد. سرگرد کاوالیوف بیمیل نبود ازدواج کند، اما فقط با کسی که حداقل 200,000 روبل جهیزیه داشته باشد. حالا تصور کنید احساس این مرد وقتی به جای دماغی زیبا و با اندازه کاملا طبیعی چیزی جز یک سطح صاف و غیر طبیعی ندید چه بود؟ اما انگار این مصیبت هم کافی نبود. فصل سوم. افسر ارزیاب به قصد اداره پلیس از خانه خارج شد. خودش را لای شنلی پیچیده بود و دستماری هم به دماغش گرفته بود تا مردم فکر کنند خون دماغ شده است. شاید خواب دیده باشم. چطور ممکنه تا این حد احمق باشم که دماغم را گم کنم؟ با این خیالات خودش را به قهوه خانه رساند تا نگاهی در آینه به خودش بیندازد. خوشبختانه مغازه خالی بود و جز چند مستخدم که مشغول رفت و روب بودند کسی نبود. چند تا از مستخدم‌ها با چشمانی قی گرفته سینی‌های پر از کیک داغ هم می‌کردند. روزنامه‌های روز قبل با لکه‌های قهوه روی میز و صندلی‌ها پراکنده بودند. کاوالیوف با خودش گفت: آه، شکر خدا کسی این دور و بر نیست. حالا می‌تونم یه نگاهی بکنم. با احتیاط به آینه نزدیک شد و با آن زل زد. لعنتی، این دیگه چه حقیه؟ اگه چیزی جاش سبز شده بود بازم بد نبود، اما هیچی نیست. وای. با ناراحتی لبهایش را گاز گرفت و قهوه خانه را ترک کرد. تصمیم گرفت به هیچ کس نگاه نکند و لبخند هم نزند، هرچند هرگز چنین نمی کرد. ناگهان همینطور که به محلی در مقابل در خانه خیره شده بود ایستاد و شاهد منظری باور نکردنی شد. کالسکی مقابل ایوان خانه ایستاد. درهای کالسکه باز شد و مردی یونیفرم پوش و پشتی قوز قدم به بیرون گذاشت. احساس ترس و تعجبی که در این لحظه با بازشناختن دماغ خودش گریبانگیر کاوالیوف شد وصف ناپذیر است. از مشاهده این صحنه تکان دهنده چشمهایش سیاهی رفت و پاهایش سست شدند. کاوالیوف تصمیم گرفت به هر قیمتی که باشد منتظر بماند تا دماغ دوباره به کالسکش مراجعت کند، هرچند تمام بدنش از شدت تب می‌لرزید. تقریبا 2 دقیقه بعد حقیقتا دماغی بیرون آمد. لباسی یونیفرمی با حاشیه دوزی طلایی و یقه بلند به تن داشت.
با شلواری مخملین و شمشیری آویخته در کنار. از پرهایی که روی کلاه داشت میشد فهمید که از اعضای عالی رتبه شورای استان است و کاملا واضح بود که دماغ عازم ملاقاتی شخصی است. دماغ نگاهی به چپ و راست انداخت، توی کالسکه پرید و فریاد زد بذار بریم، و دور شدند. نزدیک بود عقل از سر کاوالیوف بپرد. هیچ تفسیر قانع کننده‌ای برای این وقایع نمی‌توانست پیدا کند. چطور ممکن بود یک دماغ که درست تا همین دیروز وسط صورتش بود و نمی‌توانست راه برود و نه کالسکه سواری کند، ناگهان در لباس یونیفرم ظاهر شود؟ دنبال کالسکه دوید. خوشبختانه زیاد دور نشده بود و بیرون در کلیسای قازان ایستاده بود. کاوالیوف با عجله به داخل کلیسا دوید و راهش را تنه زنان باز کرد. فقط تنی چند در نمازخانه بودند که همه در ورودی ایستاده بودند. کاوالیوف چنان احساس آشفتگی میکرد که حال دعا خواندن نداشت و چشمانش توی هر سوراخی فقط دماغ یونیفرم پوش را میجست. سرانجام کنار یکی از دیوارها گیرش آورد. صورت دماغ پشت یقه بلندش کاملا پوشیده و مخفی بود. کاوالیوف پیش خودش فکر کرد چطوری نزدیکش بشم بهتره؟ از لباس و کلاه و تمام ظاهرش پیداست که عضو شورای استانه. خدا لعنتم کنه اگه از این مسئله سر در بیارم. آخ خدا. سعی کرد با سرفه کردن توجه دماغ را به سوی خودش جلب کند، اما دماغ حواسش نبود. کاوالیوف خودش جرأت داد و گفت آقای عزیز من. دماغ به سوی برگشت و پرسید چی میخواید؟ کاوالیوف گفت راستش نمیدونم چجوری توضیح بدم آقا، اما به نظرم خیلی عجیب میاد. شما نمیدونین متعلق به راستش من تا حالا اتفاق نیفتاده که بی دماغ توی شهر را بیفتم. میدونین مثلا طبیعیه که زن پرتقال فروش روی پل دماغ نداشته باشه، اما من که امیدوارم به زودی ترفیع بگیرم. تازه به غیر از این من با خانواده های اسم و رسم داره زیادی آشنا، مثلا مادام چختاریوف چه میدونم و همسرش که از اعضای شورای استانه. خودتون قضاوت کنین. راستش من نمیدونم چی بگم آقای عزیز، ببخشین، ولی شما باید مسئله رو از جنبه اخلاقی و انسانیش در نظر بگیرین. خودتون قضاوت کنین. ولی دماغ جواب داد که نمیتواند چیزی ببیند و سرگرد خواست منظورش را واضح‌تر بیان کند. کاوالیوف متظاهرانه ادامه داد آقای عزیز من، نمیدونم مقصودتون از این کار چیه، اما این بر همه آشکاره. مگه اینکه بابا، مگه نمیفهمین که شما دماغ منین؟ دماغ نگاهی به سرگرد انداخت و رو ترش کرد. مرد عزیز اشتباه میکنی، من شخصی در وضع طبیعی خودم هستم. در ذهن فکر میکنم ما آشنایی قبلی با هم داشته باشیم. از دکمه های یونیفرمتون پیداست که شما مال یه اداره دیگه این، درسته؟ و با گفتن این کلمات رویش را برگرداند. فصل چهارم. برگشت که به دماغش بگوید او فقط خودش را به شکل عضو شورای استان درآورده است. او در واقع یک شیاد است، یک رزل است و چیزی نیست مگر قسمتی از وجودش، دماغش. اما دماغ رفته بود. ترتیبی داده بود تا بی سر و صدا خارج شود و به ملاقات شخصی برود. این جریان کاوالیوف را پاک ناامید کرد. بیرون آمد و حدود یک دقیقه زیر ستون‌ها ایستاد و خوب دوروبر را وارسی کرد تا شاید اثری از دماغ پیدا کند. خوب به خاطر داشت که کلاهی پردار بر سر و یونیفرمی با حاشیه دوزی طلایی بر تن داشت. اما خوب متوجه نشده بود که چه جور پالتوی پوشیده بود و کالسکه چه رنگی بود یا از پایش چه شکلی بودند یا حتی پیش خدمتی پشت کالسکه نشسته بود یا نه. علاوه بر این تعداد کالسکه هایی که با سرعت تمام
داخل و خارج می شدند انقدر زیاد بود که به خاطر آوردن یکی از آنها محال بود. و تازه اگر این را هم به خاطر می آورد، هیچ راهی برای متوقف کردنش نمی آورد. خیابان نیوفسکی انباشته از مردمی بود که زیر نور آفتاب در پیاده روها در رفت آمد بودند. کاوالیوف کالسکی صدا کرد و گفت: کالسکی، مستقیم منو ببر شهربانی. کاوالیوف وارد شهربانی شد و سراغ کمیسر را گرفت. اما با کمال تأسف مطلع شد کمیسر چند دقیقه قبل بیرون رفته. بله، اگر یک دقیقه زودتر رسیده بود میتوانست کمیسر را ببیند. وای، عجب روزی. کاوالیوف که هنوز دستمال را جلوی صورتش گرفته بود سوار کالسکه شد و با فریادی ناامیدانه گفت: بزن بریم، مستقیم برو. کالسکه چی گفت این راه بن‌بست است و فقط می شود به چپ یا راست رفت. این حرف کاوالیوف را به فکر فرو برد. در این شرایط تصمیم گرفت به اداره آگاهی شهر برود. نه تنها به خاطر ارتباط این اداره با اداره پلیس، بلکه به خاطر اینکه کارها با سرعت بیشتری انجام می گرفت. هیچ فایده ای نداشت که کاوالیوف مستقیما به رئیس اداره‌ای که دماغ ادعا می کرد کارمند آنجاست مراجعه کند. چون با جواب‌هایی که قبلا گرفته بود، معلوم بود که دماغ به چیزی پایبند نیست. و به راحتی می توانست بالا دستی هایش را با دروغ های بیشرمانش متقاعد کند که هرگز قبلا کاوالیوف را ندیده است. آروم آروم کالسکه چی برو، خبر 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 بیا، از پیدا شدن بینی زار، از دماغ گم شدم خبر بیا. درست در همان لحظه که می‌خواست به کالسکچی بگوید که مستقیم به طرف اداره آگاهی براند، به نظرش رسید چنان آدم رذل و پستی که اینطور بی‌شرمانه با او رفتار کرده، امکان دارد با استفاده از فرصت از شهر خارج شود و در نتیجه تمام تلاش‌هایش به هدر رود و حتی خدایی نکرده تا یک ماه دیگر اسباب زحمتش شود. در آخر انگار الهامی از غیب رسید. تصمیم گرفت مستقیما به اداره مطبوعات مراجعه کند و یک آگهی با شرحی چنان دقیق از مشخصات دماغ چاپ کند که هر کس اتفاقی دماغ را ببیند فوراً به کاوالیوف تحویل دهد و یا حداقل مکانش را به او اطلاع دهد. این کار به نظرش بهترین کار آمد و به کالسکچی دستور داد تا مستقیم به طرف اداره مطبوعات برود. کاوالیوف در طول راه حتی یک لحظه هم از سیخونک زدن به راننده و فریاد کشیدن و گفتن تونتر باز نایستاد. سرانجام کالسکه ایستاد و کاوالیوف نفس نفس زنان به داخل اتاق انتظار کوچک هجوم برد. داخل اتاق منشی موخاکستری با کت کهنه بر سر میزی نشسته بود و قلمی وسط دندانها داشت و پول خوردها را می شمرد. کاوالیوف فریادی زد و گفت: مسئول آگهی ها کیه؟ صبح بخیر خانم، میخوام با اجازتون یه آگهی چاپ کنم لطفا. منشی موخاکستری یک لحظه چشم بلند کرد و جواب صبح بخیر را داد و دوباره سرش را پایین انداخت و با سکه های پراکنده روی میز مشغول شد. کاوالیوف دوباره تقاضایش را مطرح کرد و این بار منشی چند لحظه وقت خواست تا پولها را مرتب کند. مستخدمی که از لباس حاشیه دوزی طلایی و قیافه باهوشش معلوم بود که در خانه یکی از اشراف کار می‌کند، کنار میز ایستاده بود و تکه کاغذی هم در دست داشت و فقط برای اینکه نشان بدهد با هر طبقه‌ای قادر است هم صحبت شود، شروع به وراجی کرد. باور کنین اون سگی کثیف حتی 80 کوپک هم نمیارزه. من خودم حتی 16 کوپک هم بالاش نمیدم، باور کنین. اما کنتس شیفتش شده و برای همینم از این که 100 روبل به یابندش بده ککش هم نمیارزه. راستش به نظر من هیچ ضابطی برای سلیقه اشخاص وجود نداره. فرضاً بعید نیست که یه شکارچی حتی 500 یا 1000 روبل هم بالای یه سگ شکاری خوب یا یه سگ شکاری مثلا از اون چیزا پودل 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 آره اونا بده. بله،
منشی پیر ساکت همانطور که به جمع زدن تعداد کلمات آگهی مشغول بود گوش می‌داد. اتاق از زنان پیر، دکانداران و مستخدمین منزل که همگی آگهی‌هایی در دست داشتند پر بود. در یک آگهی کالسکچی متینی در جستجوی شغل بود و در دیگری یک کالسکه تقریبا نو که سال 1814 از پاریس آورده شده بود به فروش می رسید. و در دیگری یک دختر خدمتکار 19 ساله با تجربه در کار رخشویی و حاضر برای انجام کارهای دیگر در جستجوی کار بود. در آگهی های دیگر فروش یک درشکه در وضعیت خوب که فقط یک فنر کم دارد و یک کره اسب 17 ساله خوشرنگ یا تخم تربچه و شلغم فرنگی یا خانه ییلاقی با تمام وسایل راحتی شامل استبل برای دو اسب و باغچه‌ای برای درختکاری و یا تخت کفش های کهنه اعلام می شد. اتاقی که این جمعیت در آن ازدحام کرده بودند بسیار کوچک و پر از آشغال بود. اما سرگرد کاوالیوف هیچ بوی را نمیتوانست استشمام کند، چرا که با دستمالی صورتش را پوشانده بود و نمیتوانست بفهمد دماغ نازنینش کجاست. کاوالیوف که دیگر طاقتش تاق شده بود گفت: آقای عزیز، ممکنه متن آگهی رو همین الان بنویسین؟ نمیتونم بیشتر از این معطل بشم. منشی قرقر کنان مشغول شمردن پول ها بود. 2 روبل و 43 کوپک، 1 روبل و 64 کوپک، و کاغذهایی را به زنان مسنی که دور میز بودند میداد. من میخوام، راستش مسئله بسیار مشکوکی در جریانه. من نمیدونم این مسئله یه شوخی کثیفه یا کلاهبرداری. نمیدونم، یعنی فعلا نمیدونم. فقط خواهش میکنم جایزه بزرگی برای اولین شخصی که این بی همه چیزو پیدا کنه در نظر بگیریم. منشی برای انجام کار نام کاوالیوف را پرسید. چه احتیاجی به اسم هست؟ من نمیتونم اسممو بگم. خیلی ها منو میشناسن، مثلا خانم چختار یا همون چختاریوف، نمیدونم، اون زن یکی از اعضای استانداریه، من خیلی خوب میشناسه. نکنین این کارو، فقط بنویسین افسر ارزیاب و سرگرد، همین کافیه. گم شدم دماغمه، دماغ. منشی از شنیدن نام دماغ متعجب شد و سوال کرد: آیا این آقای دماغ مبلغ زیادی از شما دزدیده؟ که کاوالیوف با عصبانیت پاسخ داد: منظورم دماغمه، خود دماغم. دماغم گم شده، غیب شده. نمیدونم چی این شوخی کثیفو با من کرده. دماغم الان تو شهر این طرف و اون طرف میره و خودشو افسر ارزیاب معرفی میکنه. برای همینه که از شما خواهش میکنم یه آگهی چاپ کنین که اولین کسی که دماغ منو دستگیر کرد به صاحب اصلیش برش گردونه. شما آدم بدون دماغ میتونین تصور کنین؟ مثلا اگه انگشت پام بود کفشمو میپوشیدم، آبم از آب تکون نمیخورد. تصور کنین من پنجشنبه ها میرم به ملاقات خانواده فوتوچینی که یه دختر خوشگل دارن. آخه بدون دماغ میشه؟ تازه من با خانواده های سرشناس شهرم مراوده دارم، بدون دماغ دیگه نمیشه اونا رو ببینم. فصل پنجم. منشی اداره مطبوعات با چاپ آگهی دماغ کاوالیوف کاملا مخالفت کرد و ادعا کرد روزنامه جای این آگهی ها نیست و موجبات سوء استفاده عده‌ای را فراهم میکند. همین هفته پیش مورد مشابهی پیش اومد. یه منشی مراجعه کرد با یه آگهی عین مال شما. این آگهی براش 2 روبل و 73 کوپک آب خورد. اون تنها چیزی که میخواست آگهی کنه یه سگ سیاه فراری بود. فکر میکنین منظور واقعیش چی بود ها؟ نه بگین دیگه. منظورش یکی از حسابدارای دولتی بوده. یادم نیست کارمند کدوم وزارتخونه بود. به هر حال ما این آگهی ها رو قبول نمیکنیم و شما هم بهتره به یه پزشک مراجعه کنین. شنیدم یه متخصص هست که میتونه هر جور دماغی که دلتون بخواد رو صورتتون کار بذاره. به هر حال به نظرم آدم شوخی میایین و دلتون میخواد واسه خودتون تفریح کنین. واقعا که دماغ من کو. راستی اگه واقعا راست میگین میشه یه نگاه انداخت؟ نه ببینم. صافه صافه عینه یه کلوچه.
البته چاپ کردن آگهی مسئله نیست، اما من نمیفهمم چه نفعی از این کار آیدتون میشه ها. من میتونم به یکی از روزنامه نگارا بگم یه مطلب راجع به دماغتون بنویسه و تو روزنامه زنبور شمالی چاپ کنه تا جوونا ازش استفاده کنن. کلن هم برای عموم مردم، برای همه جالبه. تمام امیدهای سرگرد به یک بار نابود شد. به زیر صفحه راهنمای تئاتر روزنامه خیره شد. دیدن یکی از هنرپیشگان زن زیبا لبخندی بر لبانش آورد و توی جیبهایش به جستجو پرداخت تا ببیند اسکناس 5 روبلی در جیبش پیدا می شود. نه 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 نه. چون عقیده داشت کارمندان عالی رتبه باید در لوش بنشینند. اما بلافاصله یاد دماغش افتاد و فهمید که نمیتواند به فکر رفتن به تئاتر باشد. ظاهرا حتی منشی هم حال و روز ناگوار و وحشتناک کاوالیوف را درک کرده بود و فکر کرد ضرری ندارد تا با چند کلمه از روی همدردی دلش را به دست آورد. من جدا از اتفاقی که براتون افتاده متاسفم. راست میگم اعصابم واقعا به هم ریخت. ببینم با یکم انفیه چطورین ها؟ موافقین؟ هم برای سردرد خوبه، هم حال آدمو جا میاره، همم که واسه چیز خوبه، اون ببخشید بواسیر، بله بله بس اونم خوبه. بله. و با این کلمات انفیه‌دان را به او تعارف کرد و با ظرافت در انفیه‌دان را باز کرد. این عمل غیر عمدی و بیفکرانه کاوالیوف را از کوره به در کرد و با عصبانیت فریاد زد: آش واقعا که شرم‌آوره، شوخی اونم الان تو این وضعیت؟ اینقدر کنین که نمیبینین چیزی ندارم که باهاش بو کنم؟ انفیه دونتون رو ببرین برای عمتون؟ تمال نگاه کردن بهشم ندارم. تازه باید توتون درجه یک فرانسوی به تعارف میکردین، نه این آشغالا. بعد از این اسارات کاوالیوف ناراحت از اتاق بیرون زد و به دیدار بازپرس کلانتری محل رفت، یک عاشق متعصب قند که سالن و اتاق نارخوریش انباشته از قندهایی بود که تجاری که می‌خواستند روابطی خوب و نزدیک با او داشته باشند هدیه کرده بودند. کاوالیوف درست زمانی وارد شد که او می‌خواست استراحتی بکند و با خودش گفت: حالا 2 ساعتی حسابی چرت میزنم. افسر ارزیاب ما حقیقتاً زمان نامناسبی را برای مراجعه انتخاب کرده بود. بازپرس یکی از هواخواهان واقعی هر جور جنس هنری و صنعتی بود، اما بیش از هر چیز به اسکناس عشق می‌ورزید. هیچ چیز بهتر از اسکناس نیست، نه زحمت دارد نه جا می‌گیرد، راحت هم توی جیب می‌رود و تازه اگر از دستت هم افتاد نمی‌شکند. بازپرس استقبال بسیار سلبی از کاوالیوف کرد و گفت که بعد از نهار به شکایات رسیدگی نمی شود. بازپرس حرفای دیگری هم زد و گفت که آدمهای با شخصیت معمولاً دماغشان را گم نمی کنند و دنیا پر از سرگردهایی شده است که ول می گردند و حتی لباس مناسبی ندارند. این حقایق بی پرده کاوالیوف را بسیار متاثر کرد. یاد دماغم بخیر، یادش بخیر. در اینجا باید ذکر کنم که کاوالیوف مردی بسیار حساس بود. از اینکه مردم درباره شخص خودش اظهار نظر کنند چندان ناراحت نمی‌شد، اما اگر کسی شخصیت و مقام اجتماعیش را مسخره می‌کرد وضع از قرار دیگری بود. تا جایی که به او مربوط می شد مانعی نداشت تا در نمایش ها هرچه دلشان می خواست به افسران جز بگویند، ولی کارمندان عالی رتبه باید مستثنا می شدند. حرف های بازپرس چنان توی ذوق کاوالیوف زد و چنان شرمنده اش کرد که سری تکان داد و گفت: بعد از اظهارات شما که خیلی توهین‌آمیز بود دیگه حرفی برای گفتن ندارم. کاوالیوف خارج شد. به خانه که رسید چنان حال بدی داشت که به سختی پاهایش را زیر سنگینی بدنش حس می کرد. هوا تقریبا داشت تاریک می شد. بعد از جستجوهای بی نتیجهش خانه به نظرش بسیار ملال انگیز و دلتنگ کننده می آمد. وقتی داخل سالن رفت کالسکچیش ایوان را دید که روی چرم کالسکی پر از لکه دراز کشیده است و به سقف تا
توف میاندازد و سعی میکند همه توفهایش به همان نقطه برخورد کند و اتفاقا با مهارت بسیار زیاد این کار را انجام میداد. دیدن اهمال و بیقیدی ایوان کاوالیوف را سخت برآشفته کرد. با کلاهش به پیشانی مرد کوبید و فریاد زد: آش خوک چاخ، تو کار دیگه ای نداری بکنی؟ ایوان بیدرنگ از جا جست و با شتاب مشغول بیرون آوردن بالا پوش از تن کاوالیوف شد. فصل ششم. سرگرد خسته و ملول به اتاق خودش رفت و روی یک مبل ولو شد و پس از چند آه ممتد با خودش گفت: خدای من، خدای من، آخه من چی کار کردم که مستحق این عذاب باشم؟ اگه یه دست یا پامو از دست داده بودم زیاد بد نبود، حتی اگه جفت گوشامو از دست داده بودم. درست دنیا زیاد مطبوع نبود، ولی خب باز همه چیز از دست نرفته بود. اما یه آدم بی دماغ، خدایا فقط تو میدونی یعنی چی. آخه آدم بی دماغ نه آدمه، نه مرده، نه شطوره، نه چه میدونم. وای خدایا، آدم بی دماغ فقط به درد این میخوره که از پنجره بندازنش بیرون و از دستش خلاص شن. همین، اگه دماغم رو توی یه جنگ یا یه دوئل از دست داده بودم باز یه توجیهی داشتم. اما نمیشه که همینطور کشکی کشکی دماغت غیبش بزنه که هیچ دلیلی هم نداشته باشه. میشه؟ میگم شاید خوابم. آره، شاید دارم خواب میبینم. سرگرد برای اینکه به خودش ثابت کند خواب نیست، چنان نیشگونی از خودش گرفت که از شدت درد دادش به هوا رفت و حقیقتا قانع شد که کاملا هوش و حواسش سر جایش است. با بیم و امید آرام آرام به سوی آینه خزید. دستمال را از روی صورتش کنار زد، اما ناگهان از ترس به عقب پرید و قرید: آیا ای لعنتی، بازم همون فضای خالی پوچ و احمقانه. مسئله غیر قابل فهم بود. اگر دکمه یا ساعت یا قاشق نقره‌ای چیزی گم شده بود میشد دلیلی تراشید، اما گم شدن دماغ آدم از منزل خود آدم عجیب به نظر میرسد. خیلی عجیب. سرگرد کاوالیوف تمام ماجرا را سبک سنگین کرد و دست آخر نتیجه گرفت که به احتمال قوی کار باید کار خانم پودوتوچین باشد، زن آن افسر که میخواست دخترش را به او قالب کند. البته کاوالیوف بعدش نمیامد که گهگاه با دخترک صحبت کند، اما هیچ وقت دوم به تله نمی داد و وقتی هم که خانم پودوتوچین به صراحت پیشنهاد ازدواج آن دو را مطرح کرد، خیلی مؤدبانه به عذر این که هنوز خیلی جوان است و میل دارد تا 5 سال دیگر هم که تازه 42 سالش می شود خودش را وقف کارش کند، از این پیشنهاد شانه خالی می کرد. حالا این خانم برای اینکه انتقام بگیرد چند ساحره را اجیر کرده بود تا دماغش را غیب کند. این تنها توجیهی بود که با عقل جور در می آمد، چون هیچ کس وارد اتاقش نشده بود. آرایشگرش ایوان یاکولویچ هم که آخرین بار روز شنبه صورتش را تراشیده بود و بعد از آن در تمام روزها دماغش سالم سر جایش بود، تمام اینها را با اطمینان خاطر به خاطر داشت. تازه علاوه بر این، اگر دماغش بریده شده بود جای زخم امکان نداشت به این زودی خوب بشود و جوش بخورد. در فکرش شروع به طرح نقشه کرد. آیا میبایست شکایت رسمی به مراجع قضایی تسلیم کند یا شخصا به نزدش برود و صراحتا و رو در رو متهمش کند؟ با نوری که از لای در اتاق وارد شد رشته افکار کاوالیوف گسست. معلوم بود که ایوان شمعی را در راه رو روشن کرده است. چند لحظه بعد ایوان با شمع وارد اتاق شد و نور شمع سراسر اتاق را روشن کرد. کاوالیوف بلافاصله دستمالش را بیرون آورد و جلوی آن فضای خالی که تا همین دیروز دماغش در آن جای داشت گرفت تا آن مستخدم نادان آنجا نایستد و بر رو بر نگاهش نکند. هنوز از ورود ایوان به اتاق چند لحظه نگذشته بود که صدای عجیبی از حال شنیده شد.
منزل کاوالیوف ارزیاب اینجاست؟ کاوالیوف از جا جهید و در را که باز میکرد گفت: بفرمایید، خودم هستم، سرگرد کاوالیوف. پلیسی با سر و وضع آراسته و گونه های برجسته و دمخط های جوگندمی، در حقیقت همان پلیسی که در آغاز داستان روی پل سنت ایساک بود، وارد اتاق شد. شما همون آقایی هستین که دماغشو گم کرده ای؟ بله، خودم هستم. از خوشحالی زبان کاوالیوف بند آمده بود و با چشمان گشاده از حیرت به گونه های پلیس خیره شده بود. چجوری گیرش انداختین؟ خیلی اتفاقی. درست همون لحظه که میخواست با کالسکه پستی به سمت ریگا فرار کنه دستگیرش کردیم. یه گذرنامه جدی به اسم یکی از رؤسای ادارات همراهش بود. عجیبه که اول با یه آدم مهم عوضی گرفتنش، اما خوشبختانه عینکم همراهم بود و با یه ذره دقت فهمیدم که در حقیقت اون یه دماغه. البته ملاحظه میکنین که نزدیک بینم و اگه شما مقابلم بیستید فقط میتونم صورتتون رو ببینم و دماغ یا ریش یا سایر جزئیات رو نمیتونم تشخیص بدم. اتفاقا مادر زنم هم درست همین ناراحتی رو داره. خب مثل این که خیلی نگرانی نره. اصلا خودتون رو ناراحت نکنین، من با علم به این که حتما لازمش دارین با خودم آوردمش. عجیبه اما به نظر میرسه متهم اصلی این اتفاق سلمونی شیاد خیابون وازنسینسکی باشه که دستگیر شده، حالا تو پاسگاه پلیسه. خیلی وقت بود که به خاطر جیب بری بهش مظنون بودم و تحت نظر داشتمش. همین سه روز پیش در حال دزدیدن دو جین دکمه از یه مغازه دستگیرش کردم. شما دماغتون سالم و دست نخورده مثل روز اول تحویل میگیری. پلیس دست در جیب کرد و دستمالی را که دماغ در آن پیچیده شده بود بیرون کشید. کاوالیوف تا دماغ را دید شناخت. دماغ خودش بود و از خوشحالی فریاد کشید: وای هورا! فصل هفتم. کاوالیوف با خوشحالی از پلیس دعوت کرد که با هم یک فنجان چای بنوشند. پلیس دعوت او را رد کرد. نه، خیلی ممنونم. میدونین من فوراً باید به بازداشتگاه برگردم. هزینه های زندگی خیلی بالا رفته، خیلی. آخه راستش مادر زنم هم با ما زندگی میکنه، تازه بچه هم هستن. پسر بزرگم خیلی باهوش و زرنگه، اما متاسفانه من نمیتونم خرج تحصیلشو بدم. کاوالیوف فوراً منظور پلیس را درک کرد. اسکناسی از کشوی میز بیرون کشید و توی مشت پلیس جای داد. پلیس تعظیمی کرد و خارج شد. کاوالیوف صدایش را از خیابان میشنید که به یک مرد دهاتی که چرخ دستیش را به پیاده رو آورده بود فحش میداد. بعد از رفتن پلیس، سرگرد هنوز چنان مست خوشی بود که تا چند دقیقه به هیچ چیز فکر نمیکرد. بعد دماغ را با احتیاط تمام در میان دستانش گرفت و گرم معاینه شد. کاوالیوف همانطور که سرخوش میخندید با خودش گفت: بله درسته، این همون جوشیه که پریروز سمت چپش در اومده بود. اما هیچ چیز در این دنیا پایدار و ابدی نیست. حتی خوشیهای ما لحظه به لحظه رنگ میبازد و هرگز در لحظه دوم چون لحظه اول شاد نیستیم و لحظه بعدش نیز کاملا به حال عادی و همیشگی باز می‌گردیم. درست مانند امواجی که در اثر انداختن سنگی در آب ایجاد می‌شوند و رفته رفته محو می‌شوند. حالا کاوالیوف می‌بایست دماغ را درست سر جای اولش قرار دهد. خدای من، اگه به صورتم نچسبه چی؟ این سؤال وحشتی در دلش برانگیخت. فوراً به سوی میز دوید و آینه را جلوتر کشید تا مبادا دماغ را کج بچسباند. دستهایش از فرط هیجان می‌لرزیدند. با نهایت دقت دماغ را در محل دقیقش قرار داد. ولی خدایا دماغ نمی‌چسبید. دماغ را کمی با بخار دهانش گرم کرد و دوباره به صورتش فشار داد. اما بیفایده بود. انگار دماغ از چوب بود. بعد هم با صدای چوب پنبه مانندی روی زمین افتاد.
صورت کاوالیوف با تشنج در هم کشیده شد. ایوان را صدا زد و دنبال دکتر فرستاد. اتفاقا دکتری در طبقه اول همان ساختمان اقامت داشت. دکتر مردی خوش سیما بود. صبح ها معمولا سیب تازه میخورد و عادت داشت دهانش را بسیار تمیز نگه دارد. هر صبح سه ربع ساعت دهانش را قرقره میکرد و دندانهایش را با 5 نوع مسواک مختلف تمیز میکرد. دکتر به سرعت وارد شد. کاوالیوف را گرفت، سرش را بلند کرد و با انگشت شست آنچنان بر سطح صاف صورتش فشار آورد که کاوالیوف از شدت درد سرش را به دیوار کوبید. دکتر سعی کرد آرامش کند و دستور داد برود و کنار دیوار بایستد. بعد معایناتی روی صورت و محل سابق دماغ کاوالیوف انجام داد و پیشنهاد کرد که کاوالیوف کاری به کار دماغش نداشته باشد و بگذارد همینجور به حال خودش باشد، چون احتمال دارد همه چیز از این هم بدتر شود. دکتر گفت می شود سر جای اولش قرار داد، اما نتیجه از این هم بدتر می شود. کاوالیوف اعتراض گفت بفرما، عالی شد، حالا بی دماغ چی کار کنم؟ مگه بعضی بدتر از اینم ممکنه؟ آره ممکنه، با این قیافه مضحک چطوری در انظار عمومی ظاهر بشم؟ ها؟ من با اعیان اشراف معاشرت میکنم، همین امشب 2 جا دعوتم. خواهش میکنم دکتر، خواهش میکنم دکتر جون، اگه میشه یه کاری برام انجام بدین، تو رو خدا یه جوری بندش کنین رو صورتم، زیادم نچسبه این نداره ها، زیاد برجه برجه نمی کنم، اصلا نمیرخصم. یا وای قول میدم شما اگه این کارو برام بکنین، تا جایی که جیبم اجازه میده از شما قدردانی میکنم، باور کنین. دکتر با صدای گیرا اعلام داشت که بیمارانش را صرفا به خاطر پول معالجه نمی کند و نتیجه چسباندن از این هم بدتر می شود. بعد هم به کاوالیوف توصیه کرد که دماغش را در محلول سرکه و الکل نگهداری کند تا سالم بماند و بتواند به قیمت خوبی آن را بفروشد. و حتی پیشنهاد داد که در صورت مناسب بودن قیمت پیشنهادی کاوالیوف، خودش خریدار دماغ است. کاوالیوف با عصبانیت گفت نه، حاضر نیستم هیچ قیمتی بفروشمش، ترجیح میدم بندازمش دور تا اینکه بفروشمش. دکتر بعد از این مکالمات با وقار خاصی از اتاق خارج شد. روز بعد کاوالیوف تصمیم گرفت تا قبل از اینکه شکایتنامه رسمی تنظیم کند، نامه‌ای به زن مدیر کل بنویسد و بخواهد تا آنچه را که متعلق به اوست بی مشاجره و قیل و قال سر جای اولش بازگرداند. متن نامه چنین بود: خانم الکساندر گریگوریونای عزیز، حقیقتا نمیتوانم این رفتار عجیب شما را درک کنم. خاطر جمع باشید که از این طریق هیچ چیز عایدتان نخواهد شد و نخواهید توانست مرا وادار به ازدواج با دخترتان کنید. علاوه بر این مطمئن باشید در مورد دماغم کاملا از آغاز در جریان چگونگی امر هستم و میدانم که هیچ کس جز شما در این امر مسئول نیست. غیب شدن ناگهانی دماغ از محل اصلیش، تغییر قیافه دادنش به صورت یک کارمند اداری و دوباره ظاهر شدنش در همان شکل اصلی، همه اینها چیزی نیست مگر اثر جادوی سیاه شما یا کسان دیگری که به این شغل شریف اشتغال دارند. وظیفه خودم می دانم تذکر دهم در صورتی که دماغ مذکور همین امروز به محل اصلیش بازگردانده نشود، مجبور خواهم بود به اقدامات قانونی متوسل شوم. ارادتمند شما، پلاتون کاوالیوف. فصل 8. پلاتون عزیز، نامه شما به شدت متحیرم کرد. هیچ انتظار همچو چیزی به خصوص آن الفاظ اهانت‌بار را از شما نداشتم. باید عرض کنم من هرگز کارمندی را که شما ذکر می‌کنید نه در هیئت تغییر قیافه داده و نه در هیئت اصلی در خانه‌ام نپذیرفتم. البته فیلیپ ایوانوویچ به خانه ما رفت آمد می‌کند و در ضمن از دخترم هم خواستگاری کرده است، اما به رغم اینکه مردی موقر، محترم و تحصیل کرده است، من هیچ گونه پاسخ امیدوار کننده به او ندادم. بعد از دماغتان سخن به میان آورده اید،
اگر منظور شما از این اشارت این است که من خواستم تحقیرتان کنم و مسخره جلوه‌تان دهم و به عبارت دیگر به طور رسمی عذرتان را بخواهم، تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که به نظرم از شما کاملا بعید است که چنین نظری داشته باشید. و اگر هر زمان شما به طور رسمی از دخترم خواستگاری کنید، با کمال میل با این درخواست موافقت خواهم کرد. این همواره عزیزترین خواست من بوده است. من با تمام امید و آرزویم در این مورد در خدمت شما هستم. دوست شما، الکساندر پودوتوچین. کاوالیوف پس از اینکه نامه را تمام کرد با خودش گفت: نه 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 نه، زیر سر اون نیست. محاله یه فرد تقصیرکار بتونه همچین نامه‌ای بنویسه. مرد متکبر خوش‌قیافه و محترمی که ریشم داشت و جلوی در تئاتر تخمه می‌فروخت، چند نیمکت چوبی درست کرده بود و از جمعیت کنجکاو دعوت میکرد تا با دادن 80 کوپک بالای نیمکت بروند و از آنجا دماغ را تماشا کنند. کمی بعد شایع شد دماغ سرگرد دیگر برای گردش به بولوار نمی رود، بلکه در پارک تاراچوفسکی گردش می کند و مدت هاست به این کار مشغول است. و زمانی که خسرو میرزا رئیس هیئت نمایندگی ایران در آنجا اقامت داشت، از این شوخی غریب طبیعت به شدت شگفت زده شده بود. عده‌ای از دانشجویان جراحی برای مشاهده این امر به آنجا شتافتند. یکی از بانوان محترم و سرشناس اشرافی نامه‌ای به رئیس پارک نوشت و تقاضا کرد که این پدیده نادر را به بچه‌هایش بدهد و در صورت امکان شرح و تفسیر مستند روشن کننده‌ای هم در این مورد به ایشان ارائه کند. تنی چند از همشهریان محترم و روشنفکر از این جریان آشفته و ناراضی بودند. یک شخصیت برجسته با ناامیدی اعلام داشت که هیچ نمی‌فهمد چگونه در عصر روشنگری چنین افسانه‌های بی‌پایه‌ای رواج می‌یابد و متعجب است چرا دولت و مسئولین در این مورد بی‌توجه‌اند. روشن است این مرد محترم از آن دسته از مردم است که عادت دارند همه چیز را گردن دولت بیاندازند، حتی تقصیر مشاجره با زنانشان را هم گردن حکومت بیاندازند. اما از اینجای قضیه به بعد دوباره در حالی از ابهام فرو می‌رود و آنچه دنبالش می آید کاملا پوشیده و رمزآلود باقی می ماند. دنیا پر است از اتفاقات عجیب و مزهک. چندی بعد همان دماغ که خودش را به جای مدیر کل جا زده بود و چنان آشوبی در شهر به پا کرده بود، ناگهان انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد، دوباره در محل اصلیش، یعنی درست در میان دو گونه سرگرد ظاهر شد. کاوالیوف با شادی فریاد زد: آهی هورا! بلا فاصله آب و صابون خواست و پس از شستشو دادن دماغ دوباره در آینه نگاه کرد. دماغ سر جایش بود. ایوان نگاه کن، انگار دماغ من کورک زده. نه؟ پس از گفتن این کلمات کاوالیو فکر کرد: خدایا نکنه جواب بده چه عرض کنم آقا، کورک سره، حتی دماغم نمیبینم. اما نه، پاسخ ایوان این هم. او از صحت دماغ و عدم وجود کورک حرف زد. سرگرد بشکنی زد و خدا را شکر کرد. درست در این لحظه ایوان یاکولویچ سرمانی سرش را از در تو آورد، اما این بار با شرم و ترس گربه‌ای که به خاطر دزدیدن گوشت کتک خورده باشد. کاوالیوف از این سوی اتاق فریاد زد: بگو ببینم دستات تمیزن؟ پاسخ سلمانی مثبت بود. کاوالیوف نشست و ایوان یاکولویچ حوله‌ای به دور گردنش بست و در یک چشم هم زدن تمام چانه و گونه هایش را آنچنان صابون مالید که شبیه کیک های خامه‌ای جشن تولد تاجرها شد. وقتی کار اصلاح تمام شد، کاوالیوف با عجله لباس پوشید، درشکه گرفت و به کافه رفت. از همان آستانه در فریاد زد: گارسون یه فنجون شکلات. و مستقیما به سوی آینه رفت. بله، دماغ سر جایش بود. از آن تاریخ به بعد سرگرد کاوالیوف بار دیگر با آسودگی خیال
در بولوار نیوفسکی قدم میزد و به تئاتر میرفت و خلاصه هر جا دلش میخواست ظاهر میشد، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود. بعد از این اتفاق سرگرد همیشه سر حال بود، لبخند میزد و حتی یک بار به فروشگاه کوچک مراجعه کرد تا روبانی برای مدالش بخرد. هرچند هیچ کس نمیداند چرا، چون هیچ مدال افتخاری نداشت. تمامی این جریانات در پایتخت جنوبی کشور وسیع ما روسیه اتفاق افتاد و تنها اکنون که بر روی جزئیات این داستان تأمل میکنیم متوجه میشویم که محتوای آن تا چه اندازه دور از ذهن است. خلاصه وقایع عجیب و باور نکردنی در هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد. فکر میکنم در این نکته هم پاره ای از حقیقت وجود داشته باشد. شما هرچه میخواهید فکر کنید، اما من معتقدم چون این اتفاقاتی رخ میدهد، گرچه به ندرت، ولی خلاصه رخ میدهد.